عزیزان، خوشحالم که باز هم در این برنامه در خدمتتون هستم. و در شهر سبز ونکوور در کانادا سرکار خانم دکتر ناهید غنی هم همراه ما هستند. عرض احترام خانم دکتر. سلام، منم میکنم به شما و خانم گردآفرید و همطور مهمانان و همطور بینندگان برنامه. بسیار سپاسگزارم. خانم دکتر اجازه بدید ما پارتی بازی کنیم، با همشهری خودمون در لس آنجلس شروع کنیم اگر شما اجازه بفرمایید. و خانم گردآفرید، ایران اصلا از کی وارد ادبیات ما شده؟ اولین اشاره به ایران کجا هست؟ ایران کی به وجود اومده در اساطیر باستان؟ اساطیر باستان در واقع حالا شاید بهتر باشه، یا در واقع اسناد باستانی که حالا مشخصا در این برنامه از شاهنامه من سخن میگم، این هستش که شاهنامه به واقع می شود گفت سند باستانی. حالا اگر بگویید ادبیات، بگویید داستان، اسطوره، من معتقدم چون بارها در این زمینه شاید یک نظراتی هم مخالف بوده، هر آنچه که بازمانده از تاریخ سنده، این از این. بنابراین شاهنامه در اون شکی نداریم که سندی باستانی است، و شکی نداریم که فردوسی در این باره کاملا امانتداری کرده که هر آنچه که به او رسیده در پژوهش‌هاش و گردآوری‌هاش با حفظ امانت اینها رو در شاهنامه گزارش بکنه. اما در مورد پرسشتون در رابطه با ایران، بله، مشخصا ببینید، حالا نکته جالب اینه که اولین بار در دوران ضحاک هست زمانی که نام ایران میاد. که نام ایران میاد، یعنی در داستانی که شاهنامه از دوره ضحاک داره یاد میکنه. بله، کسی که آمده از سرزمین تازیان هست، سواران نیزه‌گذار آمده، تمام اون مظاهر تمدنی ایران رو به گونه ای از بین برده، آنچه که پیشینیان ساخته بودن ایران رو گرفته، تمام اون قلمرو تمدنی ایران رو گرفته، و حالا به جایی رسیده که هدف مغز جوانان ایران هست، و اونجاست که نام ایران میاد که میگوید که برآمد ز ایران، از آن پس برآمد ز ایران خروش، در اینجاست که نام ایران آورده میشه در دوران ضحاک. اما خب بعد از اون ما باز دیگه به دفعات خیلی جالبه. ایرانی و ایرانی بودن رو هم اشتباه نکنم، در شاهنامه یک پادشاهان باستانی سرزمین های خودش رو بین سه فرزندش سلم و ایرج و تور تقسیم، بله، سلم و ایرج و تور، بله، تقسیم، بله، درسته؟ بله. اون زمان هم حتی نام ایران نیست که در مقابل توران و روم قرار بگیره، این سرزمین میانی از زمان ضحاک این نام رو به خودش میگیره. فریدون خیلی بعدتر هست و مشخصا دیگه ایران شکل گره، نام ایران رو مشخصا ما داریم، فلات ایران و گستره جغرافیای ایران رو داریم. بذارید باز برگردم به یک مقدار عقبتر. بعد از ماجراهای ضحاک و سیطره تازیانی که در واقع به نظر میرسه ضحاک از آن تیره باشه، فرانک که مسئولیت پرورش فریدون رو داره، که فریدون قرار هست اون فردی باشه که ایران زمین رو نجات بده از شر در واقع آن ظلم و ستم هزار ساله که میگوین انقدر ظلم کرد که هر روز سالی گذشت، فرانک اولین بار هست که ایرانی بودن رو مطرح میگه، من ایرانیم. آنجایی که فرزندش رو میبره به در واقع پیش هوم عابد گویا اگر اشتباه نکنم، و وقتی که از او پرسیده میشه که قبل از حتی هوم عابد به کشزاری میره که بچه رو نجات بده، میگه منم سوگواری ز ایران زمین. اینجاست که ایرانی بودن مطرح میشه اولین بار توسط یک زن. دوران استیلای ضحاک در ایران زمینه، او فریدون رو برده که از شهر ضحاک دور باشه تا برای فردای او رو پرورش بده، برای فردای ایران پرورش بده، و آگاه، و اون زنیست به نام فرانک، میهندوست، همه چیز رو در واقع در این مسیر از دست داده، همسرش رو، خاندانش رو، خانه‌اش رو، و فقط همین فرزند رو داره، و آگاهی که این هست، این فرزند هست که قرار ناجی ایران زمین باشه. اگر وقت باشه بعد راجع به تقسیم حالا شکلگیری این سرزمین های ایران و غرب ایران و شرق ایران که فریدون اونها رو تقسیم میکنه بین سه پسر خواهم گفت. خانم دکتر غنی، روایت در حقیقت اساطیری از ماجرای ایران رو شنیدیم، چقدر هم زیبا که نام ایران زمانی به زبان میاد که پای دشمن در سرزمین ایران بازه، گویی که تخم ققنوس رو در خاکستر بایستی همواره جست. در اونچه که پیشینه معین و مکتوب تاریخی است، اونچه که ما بر اساس سنگ نوشته ها از دوران
پیش از هخامنشیان و پس از اون داریم، نام ایران از کجا وارد این چرخه گردونه قابل اتکا یا استناد تاریخی میشه؟ درسته. من یه مقدار راجع به جغرافیای ایران اگر اجازه بدید بگم تا بعد برسم به نام ایران. ببینید، عوامل جغرافیایی در واقع خیلی اثرگذار هست بر تاریخ یک ملت. سه عامل خیلی مهم هستش، یکی زمینه، یکی اقلیمه و یکی هم قدمت هستش. حالا البته در این میان عامل انسانی هم مهم هستش که این مردم با چه توانایی های بالقوه‌ای در اون سرزمین وجود دارن که باعث میشه یک ملتی شکارچی بشن، کشاورز بشن یا شبان بشن. در این میان من خیلی میخوام راجع به عامل سوم که قدمت هستش صحبت بکنم. برخی جوامع به نوعی در واقع شکل میگیرن که فرهنگ اونا با دوام و شکوفا هستش. به قول ابن خلدون در مقدمات، این جوامع از یک مرحله بدوی گذر می کنند، از اتحادیه قبایل گذر می کنند و بعد به یک جامعه پویا می رسند که ثروت هستش درش، رفاه هست و در نهایت یک فرهنگ متمایز. با گذشت زمان این رفاه و تجمل باعث به وجود اومدن ممکنه رکود بشه و بعد فساد بشه، منافع شخصی بر منافع عمومی پیشی بگیره و این رواج فساد و رکود باعث میشه که جامعه توان خودش رو، توان فرهنگی خودش رو در برابر مدعیان از دست بده و در نهایت در فرهنگ جدید یا حل بشه یا تسلیم فرهنگ جدید بشه. مثالش هم مثلا سقوط امپراتوری ایلام هست به دست آشوربانیپال مثلا در سال 639 پیش از میلاد، یا سقوط بابل و ورود کوروش به بابل به سال 539 پیش از میلاد، یا سقوط روم به دست مهاجمان جرمانیک، یا سقوط ساسانیان به دست، یعنی پس از حمله اعراب در قرن هفتم میلادی، که اینها هم از نتایج فرسودگی فرهنگ به علت قدمت هستش. حالا برمیگردم به جغرافیای ایران. کلن فلات ایران و آسیای مرکزیه که جای بسیار خشکی هستش، اقلیم خشکی داره، اما به دلیل وجود رودخانه های زاینده رود، کارون، سفید رود و هیرمد، این سرزمین های پست فلات ایران حاصلخیز هستن و بعد ساکنان اصلی خودش و بومی خودش رو داره که همون ایلامی ها هستن. ایلامی ها مردم بومی ایران دارای یک تمدن و فرهنگ بسیار متمایز بودند، خط و زبان خودشون رو داشتند، خط میخی داشتند. از اونها ما آثار باستانی داریم. گفته میشه که حتی زبان، ببخشید، خط فارسی باستان که میخی هستش به تأثر از خط ایلامی که میخی هستش ابداع شده. ما جیروفت رو داریم در جنوب کرمان که اون هم بومی های ایران هستند و گنجینه از آثار باستانی در اونجا یافت شده که ما نظیرش رو نداریم، بسیار غنی هستش. اینها در واقع ساکنان اصلی و بومی ایران بودند. بعد ما به ورود آریایی ها میرسیم. آریایی ها مردم هندو اروپایی بودند، یک قومی که در واقع شاخه از مردم هندو اروپایی بودن، زبان مشترک داشتن، فرهنگ مشترک داشتن، حتی خدایان مشترک داشتن. اینها رو هندو ایرانی ها رو ایر یا آریایی می نامند که در واقع در قزاقستان امروزی می زیستن و بعد به دلیل رشد جمعیت و برای یافتن مراتع بهتر برای گله هاشون به سمت جنوب و به سمت خود ایران امروزی حرکت می کنن. یک گروهی از هندو اروپایی ها به اسم میتانی ها در شمال میان رودان بین النهرین اونجا سکونت برمیگزینند و بعد اونجا ما در بوغازکوی ترکیه اولین اشارات رو به خدایان هندو اروپایی در سنگ نوشته های یافته شده از همون بوغازکوی داریم که از میان اونها میترا یا همون مهر و بعد ورونه و ناساتیاس هستش. اینها برای ما از این جهت اهمیت دارن چون میخوام بگم که
ایرانی ها یا آریایی ها وقتی که وارد فلات ایران شدند به دلیل اون موج عظیم مهاجرت اومدن و در کنار بومی های فلات ایران زندگی کردند و هیچ درگیری ما تا اینجا هیچ آثار باستانشناسی از درگیری یا جنگ از اونها نداریم و کم کم اون فرهنگ بومی در اونها حل شد. حالا من اگر که میخواین بعداً راجع به این که اریه در کجا در کتیبه های هخامنشی ظاهر شد صحبت میکنم، حتما برمیگردم بهتون. اما در همین مقطع خانم گردافرید اشاره خیلی جالبی خانم دکتر غنی کردن داله بر این که فرسودگی یک تمدن موجب در واقع آسیب پذیریش میشه و خب نشانه مشخصش در مورد سرزمین خودمون حمله اعراب به اون چه که ساسانیان به عنوان میراثدار اون از هزاره قبلتر تا به زمان وقوع حادثه تصرف ایران توسط اعراب داشتن. در داستانی هم که شما اشاره کردید که نام ایران مشخصا اشاره میشه در شاهنامه فردوسی، زمانی است که ضحاک بر تمدن پسا ضحاکی ایرانیان که تمدن بزرگی است، تمدن پیشدادیان که تمدن جامعی است، ایران رو ساختند و داد در اون گستروندند از جمشید جم گرفته تا لحظه سقوط. ما شاهدش هستیم دیگه، از پیش از جمشید، از هوشنگ که نخستین پادشاه و کیومرث که نخستین انسان بر اساس همین اساطیر هست تا به پایان ماجرا و رسیدن ضحاک به قدرت در ایران. آیا اینجا هم ما شاهد همین فرسودگی هستیم که در تاریخ تمدن بشری بهش اشاره میشه؟ تصور نمی‌کنم در لااقل در رابطه با آن دورانی که اوج ساختار شهرنشینی در ایران توسط حالا به روایت اسطوره جمشید هست، یعنی شهرنشینی و تمدن شکل گرفته، اوج گرفته. حالا این تمدن، مظاهر تمدن چه هست؟ شهرسازی است، ساخت بناهاست، از نظر پزشکی است، از نظر کشتی سازی است، از نظر صنایع هست، از نظر آهن هست و آنچه که فراورده، آنچه که از آهن ساخته میشه، از نظر پوشاک هست، مظاهر تمدن اینچنینی که دیگه در اوجش هست. و بعد در واقع توسط اقوام دیگری که ببخشید به نام حالا تازیان یا دشت سواران، نیزه گذار یا مشخصا ضحاکیان اینها گرفته میشه، تصور نمی کنم دلیلش فرسودگی تمدن هست. در رابطه با پایان ساسانیان و شکست قادسی همچنین تصوری ندارم، خیلی وارد مسائل دیگری باید شد، بررسی های دیگری باید شد مشخصا در رابطه با این دو دوره که فکر میکنم بزرگ و مفصل هست و میشود در مجال دیگری بهش پرداخت. ولی اگر موافق باشید من ادامه ایران و شاکله حوزه تمدنی ایران و همینطور جغرافیای ایران رو در ادامه دوران ضحاک بگم که اتفاقاتی در نقاط مختلف ایران رخ میده زمانی که این ظلم و بیدادگری هست، سیطره این اقوام هستند، تا اینکه فریدون در جایی داره پرورش پیدا میکنه، به بالندگی میرسه، همه ویژگی های یک شاهی که بتواند ایران رو بتونه به استقلال و باز به اون تمدن و یک پارچگی برسونه داره در این زمینه پرورش پیدا میکنه، به اون حد و اون مرز میرسه. از این طرف در توده مردم هم اتفاقاتی داره میفته، کاوه آهنگر، امثال کاوه آهنگر که آمادند که در جای اینها خروش بکنند و از جای دیگر در خود اون نظام در واقع مستبد و نظام فاسد ضحاکیان که کسانی هستند مانند ارمایل و کرمایل که از درون دارند کارهایی میکنند برای نجات ایران و جوانان رو نجات میدن و میفرستند به کوه که میگویند کردستان و کردها در واقع از همین تبار هستند، کسانی که در آن دوران شکل گرفتن و در آینده هم میبینیم که همینها پاسداران مرزهای ایران هستند. بله، ادامه همین نسل. بنابراین ما بعد از ماجرای ضحاک و بعد از این که میبینیم ایرانی بودن توسط فرانک مطرح میشه، بعد فریدون رو داریم. فریدون سرانجام در جایی دیگر آماده است که بیاد به ایران زمین، به پایتخت. از آن طرف کاوه خروش میکنه، توده مردم خروش میکنن، از آن طرف از درون خود نظام اتفاقاتی که میفته، هم تباران و جوانان از تبار ارمایل و کرمایل به این ترتیب و
یعنی یه قیام ملی با تمام شاکله هایی که میتونه هویت ایرانی رو به یک سرزمین اشغال شده برگردونه، درسته؟ هویت ایرانی که در واقع اشغال شده و از اشغال بیرون بیاره و به یک پارچگی برسه. آها. یک پارچگی چه از نظر جغرافیای خود، تمدن خود و هر آنچه که مربوط میشه به اقوام در همین دوره. آیا بله. خب ما حالا میگیم که ما در هنوز داستانی که داریم به زمان کیانیان میرسیم، تازه اقوام ایرانی دارن شکل میگیرن اگر من اشتباه نکنم در مورد اون چیزی که از ریشه جامعه شناسی شاهنامه میشه بیرون کشید، این هست که در همین دوره کیانیان هست که تازه آرام آرام اقوام گوناگون ایرانی شکل میگیرن و این طبقه بندی های اجتماعی به حساب مرز بندی های قومیتی بله، رو در جامعه بله، ایرانی چون اون طبقه بندی که بله، در دوران جمشید اون مسئله باز اصناف، این رو من درست. اینجا خوبه که اشاره کردی مسئله اصناف رو با اختلاف طبقاتی اینها نباید اشتباه نباید گرفت که بله. بماند، اون هم بحث دیگری است. اسم رو میشنویم، این که در کردها چه اتفاقی داره میفته، در مرکزیت ایران که کاوه هست، حالا به روایتی از سپاهان آمده یا از مرکزیت ایران آمده، از آن طرف در تبرستان اتفاقاتی داره میفته و اینها از هر طرف به قول شما ققنوسوار کسانی دارند سر علم میکنند که بیان و ایران رو نجات بدن. درسته. یه سوال کوچک دیگه من بپرسم، آیا این در ذهن من هست که بقا و دوام جمشید به هزاره میرسه، یعنی هزار سال سلطنت میکنه و ضحاک که هزار بله. سلطنت میکنه هزار سال یک روز کم، که اگر اون حالا این مسئله یک روز کم هم خود از اون مسئله اعداد هست که میگوین اونقدر ظلم کرد که هر روز سالی گذشت، و چرا یک روز کم؟ برای که اگر هزار سال کامل میشد، یک عدد هزار کامل میشد، از کاملان میشد ضحاک. ولی در هر حال بله، دوران طولانی در واقع در سمبل سیطره اقوام مهاجم بیگانه است. یه سوال دیگه من بپرسم برگردم به خانم دکتر، آیا در این شرایط هزار سال یک روز کم این جنبش مدنی برای مقابله با ظلم، این جنبش ایرانی وجود داره و آیا اشاره هایی به این ایرانی بودن اشاره به همون آریایی بودن هست یا نه این اشاره ایرانی بودن به آریایی بودن در فرهنگ ما فرق میکنه؟ آریایی ها رو باید خود خانم غنی بهتر توضیح بدن. در شاهنامه اشاره‌ای به واژه آریا ما نداریم یا آریایی، مشخصا ایران و پارس این هست که ما مرتب میبینیم و کرات میبینیم، ولی واژه آریا رو نمیبینیم. در این رابطه بهتره که خانم غنی صحبت بکنن. مسئله ایران هست و ایرانی بودن در این رابطه بسیار صحبت میشه. حالا خانم دکتر خوبه باز بکنن که مسئله آریایی چه هست، این که حالا خیلی از این واژه دارن این رو دستاویز میکنن آریایی رو که مسئله نژاد از برتری طلبی نژادی است، به کار بردن واژه آریایی که خود من اصلا قبول نداره این مسئله رو، اینکه آریایی رو حالا با عنوان برتر بودن نژاد از جهت رنگ پوست، مو، قد و قامت، اینها مطالبی است که خوبه خانم غنی صحبت کنن راجعش، ولی در شاهنامه به هیچ وجه چنین چیزی نیست، در مورد آریایی نیست، اما در مورد ایرانی به ایرانی و اگر صحبت از نژاده مسئله یعنی هویت، اصولا نژاد یعنی هویت، نه رنگ پوست و مو و قامت و چیزهای از این دست. خانم دکتر، اصالت خانم گردآفرید رو هم شنیدید، مضاف بر این که داشتید از روند پیدایش نام ایران صحبت میکردید و اینکه نخستین اشاره ها در سنگ‌نوشته های ایرانی به چه زمانی برمیگرده، اشاره به نام ایران، همچنین مسئله ای که ماهیت آریایی بودن رو در این بحث وارد میکنه، این رو هم مورد توجه خودتون در گفتارتون قرار بدید. خواهش میکنم. حتما. ببینید، واژه آریا که در کتیبه های هخامنشی اومده و داریوش از اون یاد میکنه، در واقع همون که میگه که ادم پارس امی ادم آریا امی، یعنی میخواد بگه که هم پارس، اهل پارس هستم و هم اهل ایران هستم. حالا چرا من میگم ایران؟ چون آریا که بعدن شده ایر و بعد شده ایر و بعد شده ایران و بعد در فارسی میانه ما داریم ایران و انیران که توی کتیبه های شاپور هم هست، کتیبه های ساسانی، آریایی همون ایرانیه، یعنی و بعد ریشش به لحاظ لغت شناسی اتیمولوژی به معنی مربوط به قوم ایرانی هستش و یک معنای دیگه هم داره به معنی فروتن هستش. حالا چرا میگم فروتن؟ این
مثلا شما اگر که سند ازدواج، شما سند ازدواج داریم از دوره ساسانی باقی مانده، در یک بندیش میگه که زن باید همیشه ار باقی بماند. ار اینجا بعضی از ایران شناسا گفتن به معنی ایرانی است، ولی بعضیا گفتن نه، به معنی اینکه فروتن بمونه، باقی بمونه در برابر همسرش. به هر حال این دوتا قرابت دارن، یکی هستن. و اریا اولین بار در همین کتیبه هخامنشی دیده شده، نشون میده که داریوش وقتی میگه که من اهل پارس هستم و اهل ایرانی، اهل آریا یا ایران هستم، به این هویت قومی و ملی خودش آگاه هستش. یعنی قوم ایران یک ایر آریایی، یک قوم بسیار بزرگی بوده که در درونش تنوع قوم ها، تنوع قومیتی وجود داشته، مثل درست ایران الان ما. ما یک کلیتی، یک مفهومی به اسم ایران داریم و بعد اقوامی داریم درش که لور هستن، کرد هستن، آذری هستن، ترک هستن، عرب زبان هستن و در نهایت خودشون رو در جغرافیای فرهنگی ایران میدونن. من نمیگم جغرافیای سیاسی، چون بعدا راجع به این مسئله صحبت خواهم کرد. بعد از کتیبه های هخامنشی ما در اوستا از در واقع سرزمین های ایرانی و انیرانی در وندیداد و اگه اشتباه نکنم مهریشت و اینها صحبت میشه، به معنی یعنی خود کلمه هستش، در واقع سرزمین های ایرانی که بهش اشاره شده و انیرانی مفهومی است و آگاهی ملی هستش به این که من متعلق به یک قوم هستم و این قوم متعلق به یک کلیت بزرگتری هستش. حالا در مورد جغرافیای فرهنگی که من میگم، ببینید ما وقتی قلمرو هخامنشیان رو نگاه میکنیم، از دره سند هستش تا مصر در دوره کمبوجیه، ولی آیا یونانی هایی که در قلمرو هخامنشیان یا ساسانیان بعدم بودن، اینها فرهنگشون ایرانی بود؟ خیر. بنابراین ما کسان، مثلا دارم میگم، در مرزهای سیاسی رو مد نظر نداشته باشیم. همینطور که الان کردهای عراق، کردهای ترکیه، تاجیکستان، افغانستان، اینها فرهنگشون فرهنگ ایرانی هستش. آذری های جمهوری آذربایجان رستم رو میشناسن، اسم بچه هاشون رو شاید بعضا حتی رستم هم بگذارن. حالا اسم این مفهوم تاریخی، این هویت ملی، ایران هستش. اگر نخوان، خوششون نمیاد یک عده و میخوان اسمش رو حالا هر چیز دیگه بذارن، الان اسمش ایران شده و ما نمیتونیم اینها رو از یک کلیت دور بدونیم. همینطوری که فرض بفرمایید من فارسی زبان اهل تهران، اگر یک هموطن کرد یا لور به زبان کردی یا لوری حرف بزنه، 70-80% متوجه نمیشم، چند تا کلمه رو میگیرم. در گذشته هم به همین ترتیب بوده، یعنی یک قوم آریایی بوده، ایر بوده، در درونش یک سری اقوامی وجود داشتن که لزوماً زبانهایی که در واقع ایرانی بوده، ولی لزوماً گویش های یک دیگر رو متوجه نمیشدن. مثلا یک کسی که در استان فارس سکونت داشته، زبان سغدی یا بلخی رو که مربوط به زبانهای ایرانی شرقی هستش متوجه نمی شده. اینها همه به یک کلیت تعلق دارن. این میراثی که به ما رسیده یک میراث فرهنگی هستش، یک کلیت تاریخی هستش، یک مفهوم تاریخی هستش و ربطی به جغرافیای سیاسی نداره، چون مرزها دائم در حال تغییر هستن. بسیار ممنونم خانم دکتر، سپاسگزارم از حسن لطفتون. خانم گردآفرید، یک مشخصه ضمنی معین در این حوزه وقتی بهش نگاه میکنیم در اساطیرمون بعد از فریدون رخ میده، زمانی که فریدون سرزمین بزرگ خودش رو که حالا ما الان میدونیم در دوره هزار سال منهایی یک روز ضحاک ایران بوده و ایران نام داشته و به دفعات یاد شده ازش، بین فرزندانش تقسیم میکنه، از توران
که به تور برسه، بله. این میانه که به ایرج میرسه، یعنی شرق ایران، غرب ایران و بله. میانه ایران، بله. این جغرافیا این نخستین باری است که جغرافیا به این سبک و سیاق و تقسیم بندی این اراضی بله. تقسیم میشه. این جغرافیا از کجا تا به کجاست؟ میان رودان و فرارودان، دو حوزه تمدنی شرق و غرب فلات ایران، چگونه در این جغرافیا گنجیده؟ تقریبا اشاره کردین ایران رو به ایرج و سرزمین های در واقع ماوراءالنهر، آن سوی ماوراءالنهر تا چین و ماچین به اصطلاح، به تور که مشهور میشه به توران، یعنی منصوب به تور هست، و سمت غرب تا اراضی روم رو در واقع به سلم. و خب همین تقسیم بندی مسائلی رو پیش میاره در واقع. حالا از اونجا بعد جنگ بین یک جور فامیلی است، جنگ بین ایرانیان و تورانیان، یا بین این طرف سلمیان که در واقع غرب هست. حالا این گستره بسیار وسیع، مشخصا بخوایم بگیم تا روم رو میشود گفت. اما اتفاقی که میفته در این جنگ های طولانی که بین در واقع یک جور انتقامگیری قومی شاید اگر بشود گفت، یا داخلی شاید، چون برای اینکه دیگه حالا جنگ ها داخلی است، تمام اینها مناطقی است که مربوط به قلمرو ایران بوده و بین خودشون دعواهایی دارن. این نابسامانی ها هست تا زمانی که منوچهر میاد، یعنی وقتی مسئله بین ایران و توران حل میشه، جنگ بین سرزمین‌های با سلم حل میشه، منوچهر میاد و دوران بسیار شکوهمندی است، برای اینکه منوچهر تمام مسائل رو حل کرده، مشکلات بین سرزمین‌ها رو حل کرده، باز این سرزمین‌ها و قلمروها به اتحاد و یک پارچگی رسیدن، به یک سامانی رسیدن و مثال خوبی میشه منوچهر برای شاهان بعد از خودش. یعنی حتی بعدها دشمنان ایران که افراسیاب بزرگترینشون و قدرتمندترینش هست بعد از ضحاک، او حتی به عنوان دوران شکوهمند، دوران پر از صلح و آرامش بین سرزمین ها یاد میکنه از دوره منوچهر. بعد از دوره منوچهر کیقوباد رو داریم. اینها الگوهای خیلی جالب میشن برای شاهان بعد از خودشون، تا زمان کیکاووس که مسائلی و بلندپروازی هایی پیش میاد برای تصرف سرزمین هایی برست. که بعد همین مشکلاتی پیش میاره. اما در این زمان پهلوانی، نظام پهلوانی شکل میگیره. ای بسا که اینها یک جور شاید فئودالی هم بوده، که این پهلوانان رابطه بین مردم و نظام پادشاهی بودن، رابطه بین مردم و دربار بودن، که خود خیلی جالب هست. این پهلوانان از اقوام مختلف و از جغرافیای مختلف هستند که با هم یک پارچه، هم صدا و همراه و متحد. یعنی فرا ایرج، فرا فریدون، یعنی در دوران منوچهر ما شاهد آغاز شاکله دوره پهلوانی در ایران هستیم. بله. که سامی از سیستان، بله. گیلی از کردستان، گودرزی از همدان، کی از کجا، کی از کجا، هر کس از سرزمینی، بله. تمام این سرزمین یک پارچه و یک جا با هم پیونده، بله. و میبینیم که اقوام وارد همین حوزه میشن. این پهلوانان که هر کدوم از سرزمینی، از شهری از ایران یا ولایتی از ایران هستن و همه با هم همراه هستن و متحد هستن، یک رسالتی دارن و این رسالت مشخصه که به ویژه در خاندان حالا زال و سام نریمان، که پیش از حالا از دوران منوچهر در واقع خان به قول شما سام میاد و سرزمین گرگساران و در واقع قلمروشون هم سیستان هست، اینها کارهای بسیار بزرگی میکنن برای حفظ مرزهای ایران. و میشن یا اون رسالت چی هست؟ همون در درجه اول حفظ در واقع ستا رو میشه گفت مشخصا، حفظ پادشاهی ایران و نظام پادشاهی ایران، ستون ارتش ایران بودن و حافظ مرزهای ایران بودن. این سه هدف رو میشود در رسالت پهلوانان آن دوره دید، که نسل در نسل این میراث رو به هم منتقل میکنن و فرزند به پدر به فرزند، اینها میدونن که نفر بعدی میراثدار هست که این اهداف رو دنبال بکنه، که میبینیم چه میکنن. بله. بسیار ممنونم خانم دکتر. مشخصا خانم گردآفرید هم با اشاره به اسناد تاریخی همین بافت قومگرایانه رو در با اسناد اساطیر باستانی و حوزه‌های تمدنیمون این بافت رو برای ما ترسیم کردن. اگر بخوایم برگردیم به همون حرفی که شما زدید که ما یک مصری قبطی زبان رو نمیتونستیم
ایرانی بدونیم، اگرچه در جغرافیای سیاسی عصر هخامنشی در ایران زندگی میکرده، یا یک یونانی که در عصر ساسانی بخش از امپراتوری ایران بوده، یا حتی یمنی هایی که در دوره‌ای خراجگزار ایران بودن رو ایرانی نمیدونیم، چگونه میشود بین اقوام ایرانی و غیر ایرانی تمایز گذاشت و این شاکل اون به هر حال اون میشنی که خانم گردآفرید هم بهش اشاره کردن، رسالتی که هست، یا اون شاکله فرهنگی که شما فرهنگ ایرانی بهش گفتید، چه هویتی داشته در این جغرافیای گسترده؟ حالا این سوال شما خیلی در واقع میشه گفتش سخت جواب دادنش، اینکه به هر حال برای منی که با زبان سر و کار داشتم، من فکر میکنم بحث زبان خیلی مهمه، یعنی اون زبانهای ایرانی، حالا صرف نظر از اینکه این ده اون روستا رو متوجه می شده موقع صحبت کردن یا نه، ولی وقتی که زبانها ایرانی بودن، وقتی که فرهنگها یکی بودن، یه چیزی به اسم پیوستگی فرهنگی وجود داشته. خب هرچقدر از این مرکز امپراتوری ما دورتر بشیم، یعنی اگر فرض بفرمایید که اگر نقطه الف تا ب و بعد پ، جیم، دال، زال اینا رو شما در نظر بگیرید، هرچقدر دورتر میشه از مرکز، این اشتراکات فرهنگی هم کمتر میشه. خب در وقتی که مصر فتح میشه توسط شاه هخامنشی، مسلماً هیچگاه خودشون رو ایرانی نمیدونستن و خودشون رو یک ملت مغلوب و شاید حتی تحت ستم میدونستن، برای اینکه کشورشون فتح شده بوده. این من از این نظر فقط میتونم جواب بدم، با این حال اگر اهل فن بتونن این رو جواب بدن بسیار عالی است. در مورد نژاد که خانم دکتر عذرخواهی میکنم از بحثتون، یه سوال دیگه بپرسم. برخی ها مثلا یک المانی مانند نوروز رو المان مشترک اقوام ایرانی میدونن و میگن اونها که خب به جمشید جم بنیانگذار نوروز باور دارن و نوروز رو گرامی میدارن، خواسته ناخواسته ایرانی محسوب میشدن. آیا میشه چنین المانهایی رو هم مورد توجه قرار داد برای اینکه شاکله در هم تنیده اون پیوستگی فرهنگی بین اقوام گوناگون در فلات ایران رو بازشناسی کرد یا خیر؟ مسلما همینطوره که میفرمایید، دقیقاً. یعنی این عناصر فرهنگی مثل همین نوروز که شما فرمودید، مثل فرش ایرانی که من گفتم، مثل موسیقی ایرانی. من یکی از دوستانم به من یک یادآوری کرد راجع به موسیقی که شباهت بسیار زیادی، چون من به موسیقی وارد نیستم و ترمینولوژی اصطلاحات تخصصیش رو نمیدونم، ولی اون چیزی که در آذربایجان، کشور آذربایجان، استاد خیلی معروف موسیقیش می نواخته و یا می نوازه، بسیار نزدیک به همان موسیقی ایرانی است و موسیقی ایرانی بسیار نزدیک به آن است. یعنی منظورم اینه که بسیار مشترکات فرهنگی داریم، از قبیل موسیقی، از قبیل عید نوروز، از قبیل مراسمی که در جاهای مختلف برای مناسبت‌های مختلف، مثل فرض کنید درو محصول، درو برنج فرض بفرمایید، وقتی اینها برگزار میشه، اینها بسیار قرابت دارن و اینها در واقع عناصری هستن که میتونن مشترک بودن اقوام رو و تعلق داشتن به یک مفهوم بزرگتر و ملیتری رو نشون بدن و قدیمی تری رو. ممنونم، برمیگردم با همین بحث به شما سرکار خانم. صحبت‌های خانم دکتر غنی رو هم شنیدید، خود شما هم در حوزه میراث معنوی ایرانیان سالهاست پژوهش کردید، امروز همین میراث رو به عنوان یک مدرس به دانشجویان ایران پژوه تدریس میکنید در دانشگاهی در همین شهر خودمون. اگر بخوایم همین ها رو کنار هم قرار بدیم و از همین زاویه نگاه کنیم، اون بخشی که حالا یک مقداری از اساطیر فاصله بگیریم، یعنی این اساطیر بشن پشتوانه معنوی ما در زندگی یومیه‌مون، چگونه شکل پیدا میکنه این رواداری، این همدلی کردن، این به هم پیوستگی فرهنگی در عصر شاهانی که مکتوب تاریخی ما محسوب میشن، چه پیش از اسلام چه پس از اسلام؟ ببینید، باز آره سوال خیلی بزرگ و وسیعه، ولی در ادامه صحبت قبلی که بحث جغرافیا هست، من فکر می‌کنم این دو تاست، یک جغرافیای
تاریخی و یا مرزبندی های سیاسی که هم اکنون درش هستیم، یک حوزه تمدنی ایران که همونطور که صحبت شد مسئله زبان هست، مسئله آیین و رسوم هست، مسئله دین هست و بسیار آداب و سنن دیگه که در سرزمین های دیگه ما چقدر اشتراکات زبانی داریم، در تاجیکستان تا حتی مناطقی شاید گزارش شده در چین هنوز زبان فارسی هست، تا مناطقی در هند که یک سری آیین ها هست، یک سری سنت ها هست و بسیار سرزمین های همجوار که اینها میتونه در واقع این اشتراکات کمک بکنه به همدلی با وضعیتی که بسیار همچنان این منطقه، منطقه خاورمیانه، کشورهای همجوار و در واقع شاید شیطنت هایی که هست برای نابسامانی، برای تجزیه کردن، برای دور کردن این سرزمین ها از هم، من فکر می کنم همین اشتراکاتی که هست در این حوزه تمدنی، نه مشخصا مرزهای سیاسی، اشتراکاتی که مربوط میشه به فرهنگ، زبان و هنر، این هست که اقوام، سرزمین های همجوار بیش از گذشته با هم همدلی بکنن و با هم همراه باشن و یک پارچه باشن. نمیدونم چقدر تونستم سوال شما رو در واقع مشخصا در مسیری که شما میخواستید پی ببرم، ولی در ادامه اون صحبتتون که بحث جغرافیای تاریخی است یا مرزبندی‌های سیاسی و یا حوزه تمدنی، فکر میکنم این بحثی است که باید خیلی مفصل‌تر بهش پرداخته بشه. حالا اگه در همین حد فرصت محدودی هم که ما داریم، من حالا باید بپرسم از همکارانم که چقدر پایین برام فرصت داریم، اگه در همین فرصت محدود هم به قضیه نگاه کنیم، آیا میشه این رو در نظر گرفت که در این تلاش رسایی که ایرانی ها برای چند هزاره انجام دادن که فرهنگشون رو حفظ کنن، سهم و نقش اقوام چقدر بوده در حفظ این فرهنگ؟ همواره بوده، همواره، همواره، همیشه گرفتاری های داخلی بی تردید بوده، اما چه اسناد باستان که میبینیم، همونطوری گفتم حالا سند باستانیمون شاهنامه باشه که ما راجبش صحبت کردیم بارها و بارها، میبینیم که سیستان، از آن طرف کردستان، از آن طرف در جنوب، اینها یک وظیفه و رسالتشون حفظ مرزهای ایران بوده، این از یک سو. در طول تاریخ هم خانم غنی بهتر میتونن بگن که اگرچه گرفتاری های تاریخی بسیار بوده، اما به وقتش اقوام ایران مثل قطعه های موزاییک با هم در کنار هم قرار گرفتند و یک پارچه بودند و کمک کردند آنجایی که هجوم و تهاجم بیگانه بوده. و البته خب خیلی مفصله، حالا میشود خیلی دقیق تر راجبش صحبت کرد و وارد جزئیات شدنی که منظور چه هست، دقیقا در چه مقطعی از تاریخی چه اتفاقاتی افتاده. بسیار ممنونم خانم دکتر غنی. اگر بخوایم در همون ریشه تاریخی به قضیه نگاه کنیم، به حال بحث امشب رو با اینجا باز کردیم که برای نخستین بار دست کم در شاهنامه این اثر فاخر ادبی و این سند قابل اعتنای باستانی ایرانی وقتی نگاه میکنیم، نام ایران همزمان و مترادف است با استیلای غیر ایرانی بر سرزمین ایران و بر فرهنگ ایرانی و ظلمی که بر ایرانیان حادث بوده. اقوام ایرانی به روایت تاریخ در همین دوره باستانی برای انسجام این مملکت و حفظ این فرهنگ چه کردند؟ مثلا شما وقتی به حمله یونانیان و اسکندر مقدونی به ایران نگاه میکنید، یا به تهاجم تازیان به ایران نگاه میکنید، فکر میکنید تا چند اندازه همراهی و همبستگی و اون پیوستگی فرهنگی در میان اقوام ایرانی توانسته ایران را از خطر انحلال و فرو ریختن نجات بده؟ بله، خب ببینید، در تعریف قومیت خیلی ساده بخوایم بگیم، چون خیلی بحثش پیچیده تر از این حرفا هستش، در واقع اون وحدت و اشتراک میان اقوام و بین افراد یک قوم بر اساس زبان مشترک، دین مشترک، علایق و تاریخ مشترک، باعث شده که اینها برای یک سری منافع مشترکشون با هم متحد باشند. این اتحاد قوم بوده در حوزه حتی کوچکتر که یک قوم در برابر یک قوم قرار بگیره، ما این رو در طول تاریخ هم داشتیم، اما زمانی که به هر حال یک نیروی خارجی حمله می کرده و اون کشور کشوری بوده که دارای یک دولت مرکزی بوده، مثل هخامنشیان، مثل ساسانیان و حالا سلسله های بعد از اون، اینها در اتحاد این اقوام و قبایل، حالا چه به خاطر
اون منافع مشترک، چه به خاطر زبان مشترک و چه حالا به خاطر نیروی اعمال شده از بالا از طرف دولت با هم متحد بودند و در برابر دشمن می ایستادند و به تقابل در واقع با اون نیروی خارجی و غارتگر باعث می شده که یک نوع وطن پرستی و حس تعلق به یک سرزمین درشون وجود داشته باشه. ما باستاب همین اینها رو در همین عواطف مردم رو در ادبیاتمون داریم. مثلا حالا من ببخشید که پای در کفش بزرگان میکنم، ولی خب وقتی فردوس میگه که ز بهره بر و بوم و پیوند خیش، زن و کودک خرد و فرزند خیش، همه سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم، خب اینها همه حس وطن پرستی هستش. یا اسدی در گرشاسبنامه در مورد چینیان در قرن پنجم هجری همینطور میگه، میگه مزن زشت بیغارز ایران زمین، که یک شهر از آن به ز ما چین و چین. یا فرخی سیستانی همینطور، این عواطفی که شعرا در واقع در اشعارشون منعکس کردن چیزی جدای از عواطف مردم و توده مردم و اون اقوام نبوده. من فقط یک مطلبی رو میخواستم در مورد اسطوره اینجا بگم، اینکه اسطوره رو ما به صورت یک سند بهش باید نگاه کنیم، به خاطر این هستش که اسطوره با افسانه بسیار متفاوته. اسطوره در واقع جواب به چیستی و چرایی اون انسان‌های قدیم بوده، از در مورد پیدایش جهان، اینکه من از کجا آمدم، چرا به وجود اومدم، اینها اسطوره ها رو ساختن. بنابراین اسطوره یک علم هستش و لایه‌های مختلف یک جامعه رو در دوران قدیم نشون میده و در برابر اینکه حالا اسطوره آفرینش، فرض بفرمایید زرتشت، اسطوره آفرینش مانی، اینها جواب به سوالهای فلسفی بوده که من از کجا آمدم، این جهان برای چه به وجود اومده، و در برابر اون نیروهای طبیعی که انسان توان رویارویش رو نداشته برای اینکه برای خودش یک امیدی رو ایجاد بکنه تا بتونه به ناامیدی خودش در واقع افسار بزنه، دست به آفرینش اسطوره میکنه. در نتیجه اسطوره نه تنها در ایران، که شما فرض بفرمایید اسطوره های هند، یونان، مصر، همه اینها سوالات بنیادی رو جواب میدن و بسیار قابل اعتنا هستن و با افسانه متفاوتن. من یک مطلب دیگری را هم جسارتاً عرض بکنم، البته خانم گردآفرید حتما خودشون صحبت خواهند کرد، و اون این که شاهنامه ها، یعنی شاهنامه، معذرت میخوام، شاهنامه فردوسی از روی خدای‌نامه ها، که اونها در واقع به نوعی دوره تاریخی و پهلوانی و اسطوره‌ای رو بیان میکنه هستند و کاملا قابل اعتنا هستند. من این رو در جواب کسانی همیشه میگم که میگن این فقط یک ادبیات، یک نثر و قابل اعتنا نیست. ببخشید. بی نهایت ممنونم سرکار خانم. به هر حال یک دقیقه و نیم تا پایان برنامه فرصت. من فکر میکنم در ادامه این بحث، اگر که خانم غنی هم دوست داشته باشن و مایل باشن، میتونیم یک مقدار به شاهان ساسانی بپردازیم و ادامه این بحث رو در اون دوره پی بگیریم، به ویژه دوره اردشیر بابکان که به نظرم بسیار اهمیت اساطیر و تاریخ با هم در دوره ساسانی رخ میده، درسته؟ یک جوری اینا با هم منطبق میشن روی همگویی. میتونه اینطوری هم به قضیه نگاه کرد، ضمن اینکه در پیش از اون، یعنی وقتی کیخسرو رو داریم که باز یک پارچگی اقوام رو در اون زمان داریم، یک پارچگی در واقع سرزمین ها رو، درست‌تر این هست که بگویم، و مرزها، و باز جهان به امنیت و آرامش، جهان آن روزگار، جهان آن قلم رو در واقع به امنیت و آسودگی میرسه، کیخسرو هست که او رو حالا گاهی منطبق با عملکرد کوروش بزرگ میدونن و حتی فکر میکنن بعضی ها حتی
معتقدم او هست. اما مشخصا حالا شخصیت هایی که دیگر در تاریخ ثبت شدن، من فکر میکنم در رابطه با این بحث بررسی دوران اردشیر بابکان بسیار مهم هست و همینطور خسرو انوشیروان که کارهای بسیار بزرگی کردن در نظام حفظ نظام پادشاهی و یک پارچگی ایران و مرزهای ایران. بی نهایت ممنونم سرکار خانم گردآفرید عزیز. سرکار خانم دکتر غنی، از شما هم سپاسگزارم. در ونکوور میدونم بحث بسیار گسترده است و جمع کردنش در این ثانیه ها خیلی محدود و سخت، ولی امیدوارم بتونیم این بحث رو ما آینده همین جا و در همین برنامه با حضور هر دوی شما بزرگواران، هم سرکار خانم دکتر غنی و هم سرکار خانم گردآفرید، ادامه بدیم. و بی نهایت از شما خوبان هم سپاسگزارم که تا این لحظه بیننده این برنامه بودید، اگر در ایران زندگی میکنید.